زنان و مردان شریف ایران زمین درود بر شما در کنارتان هستیم با آخرین اتفاقات 24 ساعت گذشته جلسه فوری کابینه جنگی نتانیاهو جمهوری اسلامی قبر خود را کند حیله های حکومت برای افزایش نامحسوس قیمت بنزین در سایه جنگ قبل از شروع ویدیویی ببینید از اعتراف یکی از دالتونهای فاسد نظام محمد جواد لاریجانی به حماقت جمهوری اسلامی در حمله به اسرائیل در تاریخ 7 اکتبر لاریجانی رسما اعتراف میکند که با این درجه از حماقت حماس و حزب الله نابود شد و حالا نوبت جمهوری اسلامی است از یکی چل خورده هزار شهید ما داریم صد هزار خورده زخمی داریم بچه ها کشته شدن لبنان اونجوری شد غزه اونجوری شد این تاثیر رخت بزرگ میشه یعنی اینکه شما پس بیهوده جان مسلمین رو به خطر انداختید چیزی که نمیتونستید چرا بلند کردید چرا ما تشویق کردیم فلسطینیا لقمه‌ای که بزرگتر از دهانشون بود بگیرن که اینجوری توش بمونن چرا ما حزب الله لبنان رو تشویق کردیم مقاومت کن و بعد اینجوری بیروت از بین بره ببینید اگر تصویر ما نادرست باشه که طرف قویه بوم داره فلانتونی میزنه تازه این رو با دپلیت یورینیا بره تقویت کرده فلان میکنه اونجوری تشکیلات امنیتی داره به قول ایشون حوش مصنوعی که هیچی هوش زده مصنوعی هم داره خب این چیه اینا پس ما در مقابله این چه استادیم؟ آدم آقل هم چیکار میکنه از شما یاران کانال میخواییم همین الان ویدیو رو لایک کنید و در آخر برنامه نظر خودتون رو به فارسی و انگلیسی برای ما کامنت کنید من از همه شما هموطنان عزیزم میخواهم تا به ایران فکر کنیم جلسه فوری کابینه جنگی نتانیاهو جمهوری اسلامی قبر خود را کند دانیل هاگاری سخنگوی ارتش اسرائیل اعلام کرد که اصابت پهباد به یک پایگاه در شمال این کشور بررسی می شود. او در نخستین دقایق بامداد با دوشنبه گفت بررسی خواهد شد که چگونه یک پهباد توانسته است بدون به صدا درآمدن هیچ آژیر هشداری رخنه کند و یک پایگاه را هدف قرار دهد او با بیان اینکه اسرائیل از ابتدای جنگ با تهدید ها روبرو بوده است گفت ما این حادثه را بررسی می کنیم و از آن درس می گیریم و عملکرد خود را ارتقا می بخشیم.

همزمان صبح امروز کابینه جنگی نتانیاهو تشکیل شد و نخست وزیر اسرائیل با یادآوری حمله دیروز و اینکه پهپادها توسط سپاه پاسداران به لبنان فرستاده شده گفت از امروز تمام درخواست های صلح از طرف قدرت های جهانی را رد می کند و شمال اسرائیل را تا آخرین نفرشان از حزب الله تا جمهوری اسلامی پاک می کند او گفت ارتشش در حال آماده سازی حمله است و تایید کرد کشورش تا سرنگونی علی خامنه ای از پا نخواهد نشست. یک تحلیلگر سیاسی در این باره گفته جمهوری اسلامی بهای گذافی برای این حمله می پردازد. دفعات پیش با موشک فلق سپاه به اسرائیل حمله شد. تعدادی کودک کشته شد اما اسرائیل در پاسخ اسماعیل هنیه در تهران را کشت و 48 ساعت قبل از هدف گرفتن حسن اسرالا موشک فاتح به سمت اسرائیل شلیک شده بود. دیشب با پهباد شاهد سپاه به پادگان اسرائیل در حیفا حمله شد و بیش از هفتاد سرباز کشته و مجروح شد و به زودی منتظر حذف یکی از سران اصلی جمهوری اسلامی یا حمله سنگین به ایران باشیم. کانال 13 تلویزیون اسرائیل نیز نوشت تحقیقات اولیه نشان می دهد پهباد الله که به پایگاه جولانی حمله کرده است از نوع شاهد 107 سپاه است. بنابر اعلام ارتش اسرائیل اصابت این پهباد پیش از ساعت 19 به وقت محلی روی داد و به کشته شدن چهار سرباز و جراحت 58 تن دیگر منجر شد. حزب الله مسئولیت این حمله را به عهده گرفته و مدعی شده است که یک پایگاه آموزشی متعلق به تیپ گولانی ارتش اسرائیل را هدف قرار داده است. حزب الله لبنان اعلام کرد یک حمله پهبادی به منطقه بنیامینیا پایگاه تیپ گولانی ارتش اسرائیل انجام داده است. شبکه الجزیره هم به نقل از یک مقام ارشد حزب الله نوشته این گروه در حمله به پایگاه نظامی بنیامینیا از پهبادهای انتحاری استفاده کردند. روزنامه تایمز اسرائیل گزارش داد طبق تحقیقات اولیه درباره حمله پهبادی حزب الله در منطقه بنیامینیا حزب الله دو پهباد را که از دریا وارد حریم هوایی اسرائیل شده بودند شلیک شل کرده است این روزنامه گزارش داد که این پهپادها مدل مرساد بودند که در ایران با نام ابابیل شناخته می شوند و پهباد اصلی انتحاری حزب الله محسوب می شوند. هر دو پهباد از سوی رادارهای اسرائیل ردیابی شدند و یکی از آنها در سواحل شمال حیفا سرنگون شد. ارتش اسرائیل اعلام کرد که در حمله پهبادی حزب الله به پایگاه نظامی در نزدیکی بنیامینیا چهار سرباز کشته و هفت نفر دیگر به شدت مجروح شدند. همچنین در خبری که ساعتی پیش منتشر شد رادیو ارتش اسرائیل گفت حزب الله در حملات پهبادی خود علیه اسرائیل به تازگی هرچه بیشتر از ماهواره های ایرانی بهره میبرد درون کادوش گزارشگر امور نظامی رادیو ارتش اسرائیل روز 23 سوم مهر با استناد به منابع نظامی ارتش گفت یکی از دلایل افزایش دقت حملات پهبادی حزب الله در دوره اخیر کمک فنی است که این گروه از تصاویر زنده ماهواره های جمهوری اسلامی ایران از فضای اسرائیل دریافت میکند مؤسسه تحقیقاتی اسرائیلی آلما که متخصص امور جمهور حزب تعیین کرده که پهباد مرسادی یک حزب در حمله شامگاه 22 مهر به سوی اسرائیل گسیل کرد بر اساس مدل پهباد ایرانی از مدل مهاجر دو با تغییرات جزئی که متناسب برای عملیات حزب باشد ساخته شده است پهبادی که با اصابت به سقف رستوران نیروهای گولانی در مجموع به 69 تناسیب رساند و چهار نفر از آنها را کشت دارای 40 کیلوگرم مواد منفجره بود که با سرعت 370 کیلومتر در ساعت فاصله حدود 95 کیلومتری از مرز جنوب لبنان با شمال اسرائیل تا نزدیکی شهر بنیامینیا را طی کرد ارتش اسرائیل در تحقیقات اولیه خود گفته که نیروهای پدافند هوایی ابتدا این پهباد را رویت کردند اما بعدا در فضا ناپدید محدود هیله های حکومت برای افزایش نامحسوس قیمت بنزین در سایه جنگ در حالی که موضوع افزایش قیمت بنزین به عنوان یکی از اقدامات در دست بررسی دولت پزشکیان مطرح است طی روزهای گذشته سقف سوختگیری با کارت سوخت برای مالکان اتومبیل‌های شخصی با کاهش ده لیتری همراه شد بدین ترتیب کارت سوخت اتومبیل‌های غیر عمومی و غیر باربری فقط می‌تواند 50 لیتر بنزین با قیمت 1500 تومان در هر نوبت سوختگیری بزنند بسیاری چنین اقدامی از سوی دولت را مقدمهای برای افزایش قیمت بنزین ارزیابی کردند محمود خاقانی کارشناس در گفتگو با روزنامه اعتماد گفته دولت چاره جز تغییر در فرایند سوخت رسانی ندارد البته در این خبر اعلام نشده که برای افرادی که بیش از 50 لیتر بنزین نیاز دارند چه تصمیمی گرفته می شود اما به نظر می رسد که به زودی اعلام می شود که اگر افراد می بیشتر از 50 لیتر بنزین استفاده کنند قیمت آن متفاوت خواهد بود و گرانتر محاسبه می شود افزایش قیمت بنزین از نخستین روزهای ریاست جمهوری مسعود پزشکیان از سوی مقامات مختلف دولتی مطرح و مورد حمایت کارشناسان نزدیک به دولت نیز قرار گرفته است. روزنامه شرق نیز درباره بحران کمبود بنزین در کشور نوشته دولت با پایین نگه داشتن قیمت انرژی به طور مصنوعی خود را در چرخه ناکارآمدی و تورم به دام انداخته است. قبل از تحریم های بین المللی درامت های نفتی می توانست به این قیمت های پایین یارانه بدهد و منابع مالیان نیز موجود بود. امروز اما با محدودیت های شدید اعمال شده توسط تحریم های درآمد نفت کاهش یافته است. دولت اکنون مجبور است نفت را به قیمت بازار خریداری کند و در این حال به فروش آن در داخل با کسری از هزینهیان ادامه دهد این شکاف به طور فزاینده با چاپ پول پر می شود که تورم را به طور فزاینده افزایش می دهد و فشار بیشتری بر خانوارهای کم درآمد و اقشار کم برخوردار وارد می کند. کیا داوود اسفندیاری مجری سابق تلویزیون با انتشار این ویدیو نوشت از نظر علمی و منطقی ادامه یارانی بنزین به شکل فعلی به مسلحت نیست اما مسئله اینجاست که یارانه های به مراتب بزرگتر و راند های به مراتب بیشتری در کشور در حال توضیح است که کسی اش نه حرفی میزند و نه عملیاتی شروع شده است اقامات دولتی این روزا خیلی ناراحتن که بنزین ارزون داره منابع کشور رو به باد میده پشت پرده چیه آژانس بین‌المللی انرژی میگه که 127 میلیارد دلار ایران سالانه یارانه انرژی میده 25 درصدش میرسه به 86 میلیون نفر فرض کنید 75 درصدش 96 میلیارد دلار میرسه گروه های خاص فولاد پتروشیمی چند هزار نفری که منافع کشور رو دارن میبل رانت وام 1500 هزار میلیارد تومنی داره سالانه گیرشون میاد یا از 50 میلیارد دلار ارز ترجیح و نیمایی سالی 10 تا 15 میلیارد دلار گیرشون میاد و خیلی رانت های شبیه دولت میگه خب بالاخره ما با اینا رفیقی میدم این خرج زن چه زنه زیاده زیاد اونوره آب و زورشون هم زیاده و اینا اینا که نمیتونم ازشون بگیرم که میرم سراغ 86 میلیون نفر چرا مفت یه چیزی گیرشون بیاد آقای دولت اگه موقع صداقت داری نگران منابع کشوری یه سوزن اول به این چند صد میلیارد دلار و چند هزار نفر بزن بعد تیر چراغ بر بفرستم تا 86 میلیون نفر موسا قری نژاد اقتصاددان پیشتر در یادداشتی درباره سیاست‌های اقتصادی دولت پزشکیان گفت بانک های خصوصی چندین برابر سقف مجاز قانونی به زیر مجموعه خودشان وام دادند، تسهیلات مردم را می گیرند و در راستای یک منافع اقلیتی فریز می کنند. هزینه های تورمزایی این مسئله و محروم ماندن تولید کننده ها از سرمایه در گردش را آمگ مردم، کشور و حکومت می پردازد. اما بعد وقتی می خواهند آدرس دهند، منحتی می زنند که صد بار آزمایه شده و صد بار هم شکست خورده است. خواهند مسئولان را راجع به شوک قیمت بنزین فریب دهند میگویند مگر فقرا ماشین دارند اما در اطراف ایشان گویا کسی نیست که بگوید بله فقرا ماشین ندارند اما پیاده که جابجا نمیشوند و انعکاس شوک قیمت بنزین بر هزینه های حمل و نقل کمر فقرا را میشکند همراهان عزیز و گرانقدر به پایان این برنامه از کانال کیوسک رسیدیم. نظر شما در ارتباط با این اخبار چیست؟ دیدگاه خودتون رو در ارتباط با این خبر از بخش کامنت های این ویدیو با ما به اشتراک بگذارید. شب بر همگی خوش پاینده ایران.